درختان ایستاده میمیرن، فیلمی با بازی کتایون و منوچهر وسوق محصول سال 1350. پیرزن میلیونری آخرین روزای زندگیشو میگذرونه. تنها آرزوشم اینه که نوه و نامزدشو ببینه. اطرافیان پیرزن سعی میکنن این خواسته اونو عملی کنن، ولی خبر میرسه که نوه پیرزن تو سقوط هواپیما کشته شده. اطرافیان پیرزن که میدونن اون آخرین دفعه کودکی های نوه شو دیده، جوون تعمیرکاری رو انتخاب میکنن، دختری رو هم به عنوان نامزدش معرفی میکنن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. آره دیگه از دستم راحت میشی؟ آخه اینطوری یه دفعه خیلی سخته. دیگه از این جل بازی کردن خسته شدم. نوه دروغی، شوهر قلبی، دیگه بسه. فرد از اینجا میرم. مگه تنها اومدی که میخوای تنها بری؟ خیلی خوب، با هم بریم. ببینم، نمیشه تا آخر هفته صبر کنی؟ آخه چرا؟ هر چهار به خاطر این زن انجام بدیم دادی؟ حالا دیگه به خاطر اون نیست احمد، حالا به خاطر من. نمیدونی چه کشیدم تا تونستم خودم رو به زندگی این چند روز عادت بده. حالا احتیاج به کمی وقت دارم تا بتونم به دوریش عادت بکنم. اومدم تو این خونه از زنده بودن خوشم اومد، ولی حالا نمیدونم چی کار بکنم، کجا برم. یه وقتی یه دختر بیچاره ای رو از مرگ نجات داده، اونو به دنیای زیبای بزرگی بردن، تمام اون چیزایی رو که تا اون وقت آرزو داشت یه دفعه بهش دادن، خونه ی قشنگ، خونه وادی، شادی یه زن تازه عروس. البته اون زن قرار بود فقط تو اون خونه بازیگر باشه، ولی نتونست. اون چی که قرار بود براش صحنه نمایش باشه زندگی واقعی شد. وقتی شوهر ساختگیش اونو میبوسید تپش قلبش زیادتر میشد، و وقتی دست اونو تو دستش میگرفت فقط خوشایند کسی دیگه ای نبود. ولی یه دفعه اونو از پرایه های شیرینش بیرون آوردن و گفتن بازی تموم شد. بله بازی تموم شد. من از این قدیو بندهی که به دست و پام افتاده خسته شدم. باید از اینکه بریم. فیلم معشوقه با بازی بهمن مفید و کتایون محصول سال 1352. مرتضی پاچناری همسری به اسم مریم داره که نازاست. جمال برادرزاده مرتضی در فکر تصاحب ثروت اونه و برای رسیدن به این مقصود دختری به اسم هما رو سر راه مرتضی قرار میده. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. درویشی که این سیبو به من داد گفت هر زن حامله‌ای که این سیبو نصف بکنه و با مردش بخوره ردخور نداره، بچهش پسر میشه. خدا کنه اینطور باشه. مرتضی خیلی دلش پسر میخواد. خاطر جمع باشین خانم، نصفش هم من میبرم میدم به هما بخوره. ولی این بچه که واقعا مال مرتضی نیست. باشه خانم جون، اصل کار این سیبه، این سیبه که معجزه میکنه. مثل این که مرتضی اومده، بدش من ببینم چی کار میتونم بکنم. مریم، مریم سلام. سلام، اون چیه پشتت قایم کردی؟ این سیبه. خب باشه، مال توی باید بخوری. مای خور شدی دختر، بخور دیگه. این کارا چیه؟ چرا اینجوری میکنی؟ بذار لباس همو داره رم، باید اول سیبو بخوری. تو خودت میدونی که من اصلا سیب دوست ندارم. اگه زهرم باشه تو باید بخوری. عجب مکافاتی داری ما. بابا من اصلا از سیب خوشم نمیاد، میفهمی؟ حالا باسم بگو بخور همین نصفی رو. یه نخودش هم نمیخورم. الهی که من فدات شم، مرگ من یه گاز بزن. لا اله الا الله. ببینم آخه تو چرا انقدر اصرار میکنی زن؟ واسه اینکه اگه این نصف سیبو بخوری حتما بچه‌مون پسر میشه. درویشه اینو بهم گفت. درویشه پسر؟ اینو چرا از اول نگفتی؟ اصلا یه خروار سیب بیار بخورم. خودیه من سیب خوشم میاد. اصلا من مرده سیبم، بدون سیب راشم نمیذارم. من سیب نخورم تمام دستبالم زیگیل میزنم. راستی ببینم اون زنه رفت؟ نه، من بی کس و کارو تو این شهر ول کرد، اونم میونه این همه گرد. این طفلک به ما پناه آورده، اون وقت تو راضی میشی بره و هزار جور بلا سرش بیارم؟
راست میگی. دزد سیاه پوش، فیلمی با بازی بهروز وثوقی، پوری بنایی و تقی ظهوری، داستان دو برادره که تو کودکی طی حادثه ای از همدیگه دور میفتن و بعد از مدتی وقتی همدیگه رو پیدا میکنن که یکی معروف به دزد سیاه پوش شده و اون یکی نماینده قانون. از این پس حوادث زیادی رو اتفاق میفته که طی اونا دزد سیاه پوش نشون میده نمیتونه به زندگی طبیعی و درست برگرده و اینطوریه که دو برادر مقابل همدیگه میایستن. قسمت هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. گفتم چشم آقا، من دیروز به وکیلم گفتم وصیت نامه ای تنظیم کنه که بعد از مرگم ثروت من به طور مساوی بین شیلا و شهرام تقسیم بشه و اونها پاپا مژده بده شهرام یه مدال لیاقت گرفت. راست میگی خانم، خوشحالم کردی دخترم. شهرام حقیقت داره. سلام آقای احسان. سلام پدر. سلام پسرم. بهت تبریک میگم پسرم. خیلی متشکرم. کرم علی واقعا من و تو باید هر دو به وجود این پسر افتخار کنیم. اون هر چی داره از شما داره. نه خودش پسر با لیاقتیه. متشکرم. پاپا چطوره به افتخاری موفقیت شهرام یه جشنی بگیریم؟ بسیار خوبه دخترم. کجا جشن بگیریم؟ کاباره گل سرخ. عالیه، موافقم. آقای احسان جانم، اگر اجازه بدین من فرشترم دعوت کنم. هر کسی رو میخوای دعوت کن پسرم، این مهمانی فقط به خاطر توه. متشکرم. صبر کن ببینم، مگه تو نمیخوای با من برخصی؟ چرا؟ پس چرا میخوای فرشته خانم رو دعوت کنی؟ تو مثل خواهر من هستی. آدم با خواهر خودش که زیاد نمیرخصه. پدر جان این مدار من نتیجه. زن افسونگری به نام شراب بین رابطه پدر و پسری که بعد از سالها همدیگر رو پیدا کردن فاصله میندازه. زن به پسر علاقمند میشه، اما چون پسر دختر دیگه‌ای رو دوست داره رابطه این دو رو از قبل هم تیره تر میکنه. بخشهایی از فیلم زنی به نام شراب رو با هم تماشا میکنیم. چرا این کار کردی؟ من نکشتمش. اون تو اتاق تو رو تخت تو و با کارد تو کشته شدی، همون جایی که تو دیشب تا صبح خوابیدی. همه اینا که میگی درسته، ولی من نکشتمش. چی کشته؟ نمیدونم. من رفتم خونه همه چیزو دیدم، همون موقع که من اونجا بودم پدرت هم رسید. دیشب وقتی برگشتم خونه تو اتاق هرچی اصرار کردم بره بیرون نرفت. کاملا گیجم هست دیگه، نمیدونم چه اتفاق افتاد. صبح که بیدار شدم دیدم کشته شدی. پدرت گفته اگه تو رو ببینه میکشتت. حقم. حالا چی کار میخوای بکنی؟ منتظرم شب بشه فرار کنم. برادر یعقوب گفته منی میرسونه بکنیت. الان همه تو رو قاتل میدونن برای اینکه فرار کردی. میگن تو شب با اون بودی، بعدم تو حال پشیمونی یا مستی اونو کشتی. شاید هم اینطور باشه، یعنی ممکنه در حال مستی من اونو کشته باشه. تو که میگی نکشتی. خودم هم نمیدونم چی دارم. اگه خودتو تسلیم کنی اونا قاتل اصلی رو پیدا میکنن، ولی اگه تسلیم نشی قتل به گردن تو میفته. اگه تو بری خودتو معرفی کنی، تا وقتی که تبرئه بشی من منتظرت میمونم و هر جا تو بگی باهات میام. اگه تو واقعا منو دوست داری و اونم نکشتی، فرار نکن. خیلی خودمو تبدیل میکنم. فقط اول باید پدرم رو بیارم. نه محسن، اون تصمیم گرفته تو رو بکشه، نه رو پیشش. با وجود این اول باید پدرم رو بیارم. تو برو جلو. حالا نباید من دست کشم. قصر زرین فیلم دیگه‌ای به کارگردانی محمدعلی فردینه که تو سال 48 با بازی خود فردین و ناصر ملک مطیعی ساخته شده. داستان راجع به پدری متمول و خودخواهه که متوجه میشه پسراش با دخترای از خانواده متوسط ازدواج کردن. پدر عروساش از قصر زرین بیرون میکنه و فرزنداش هم اونو تنها میذارن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. باز که کفه مرگتو گذاشتی، پاشو چایتو بخور. پاشو دیگه. تو کی هستی؟ شما کی هستی؟ چیزه، گمانم اشتباهی اومدم، ببخشید. همونجا وایسا، از جا تم تکون نخور وگرنه ترمز خطر رو میکشم. نه خواهش میکنم ترمز رو نکش. اگه ترمز قطار رو بکشی قطار وای میسه. وقتی که قطار وایساد بازرس قطار میاد. وقتی بازرس قطار اومد اون وقت منو با اردنگی از قطار میندازه اون بره قطار. تازه فهمیدم تو که دزدی، درسته؟ بله درسته. چی؟ دزدی؟
آخه به قیافه من خوب نگاه کنین، هیچ به دوزامی ها گفتم از جا تکون نخور، اگه حرکت کنی فورا داد میزنم تا مامورین قطار بیان و دستگیرت کنن. شما دزدا کارتون اینه که یواشکی سوار ترن میشین و جواهرای زنا رو میدزدین، درسته؟ عجب گرفتاری شدیم خدایا، این آخر شبی چای کوفتت بشه علی تولنبه. چی چی گفتی ها؟ ببخشید با شما نبودم خانم، آخه رفته بودم چای بیارم واسه رفیقمه، بهش میگیم علی تولنبه. تولنبه خودتی بیچاره. بله درسته بیچاره، بابا جون به قیافش نمیاد که دوست. تو خفه شو قربون دهن قنچتون، الحق یه پاچه خانم این شما دیدی خانم رفیق قراجی نکن، بگو ببینم اینجا چی میخوای. راست راستی که دیگه شورش در آوردی، چی میخوای چی میخوای؟ انگار گنج حضرت سلیمان قایم کرده. بابا ما عبری اومدیم، مگه حالتون نیست؟ کار دیگه، تو تاریکی هم همه گربه ها شده هم دیگه، کوپه قطارم همینطوره، حالا هی داره ما رو استنتاق میکنه. چی میخوای چی میخوای؟ عوض مهمون نوازیشونه. شبتون بخیر. نرو وگرنه داد میزنم. اینقدر داد بزن تا گلوت هفت تا چاچ بخوره. چه حیف شد که رفت. آخه آدم هم سر جوونه به این خوشگلی مگه اینقدر داد میزن؟ اون باید معذرت میخواست. ها از معذرت نخواستنش ناراحتی یا از رفتنش جونم؟ کاش ازش میپرسیدیم زن داره یا نه. چه دوزی خدا، به به راست راستی که آدم کیف میکنه. خدا کنه وقتی میریم هتل یه دونه از این دوزدام اونجا پیدا بشه.